همبستگی اشرف نشان‌ها با هموطنان زلزله زده. گزارش‌هایی از انگلستان، سوئد و دانمارک. محکومیت عملکرد ضد انسانی و سرکوبگرانه حکومت آخوندی و کارشکنی رژیم در ارسال کمک‌های مردمی. ابعاد عظیم خسارات زلزله در استان کرمانشاه. ویرانی 7 شهر و بیش از 77.5% از روستاهای این استان به خاطر آسیب پذیری و فقدان حداقل تدابیر ضروری در سیاست‌های تبهکارانه رژیم. استانداری کرمانشاه: زلزله معادل بودجه 11 سال استان خسارت اقتصادی وارد کرد. این در حالی است که میزان کمک سالانه رژیم به دیکتاتور سوریه معادل بودجه 150 سال استان کرمانشاه است. تجمعات اعتراضی غارت شدگان مؤسسه های حکومتی و وابسته به سپاه پاسداران علیه چپاولگری کارگزاران دزد رژیم آخوندی در ملایر، تهران، اهواز و مشهد. شعارهای معترضان علیه سردشخیم قضایی خامنه ای. اعتراضات و اعتصابات کارگران، دانشجویان و سایر اقشار مردم به جان آمده علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی در تهران، بجنورد، اهواز، ماهشهر و ازلاندوز. مصاحبه جان بولتون با تلویزیون فاکس نیوز: رژیم ایران به برنامه‌های اتمی و موشکی ادامه می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا باید در ماه دسامبر گام بعدی را بردارد و توافق اتمی را لغو کند. سعد حریری، نخست وزیر لبنان: علت بی‌ثباتی لبنان رژیم ایران است. حزب الله قدرتی در اداره کشور ندارد و قدرتش را از سلاح و پولهای رژیم ایران می‌گیرد. گزارش روزنامه فرانسوی فیگارو درباره عملیات گسترده سایبری رژیم آخوندی علیه نخست وزیر و سایر مقامات دولت لبنان. تهدید احمدی نژاد از سوی قضایی رژیم به دنبال اظهارات وی در مورد فساد در قضایی رژیم. بیانیه وزارت خارجه آمریکا: تبریک به نصر حریری، رئیس هیئت مذاکرات اپوزیسیون سوریه و تیم مذاکره کننده به خاطر تشکیل هیئت جدید مذاکرات. محکومیت اعزام مهاجران افغانی به سوریه توسط سپاه پاسداران رژیم آخوندی از سوی رئیس اجرایی دولت وحدت ملی و رئیس و نمایندگان مجلس افغانستان. اولین نشست عمومی در لیبرتی بعد از حمله موشکی آبان 94. رژیم بازنده استراتژیک، پیش به سوی تحول بزرگ و خیر عظیم برای مجاهدین. مسعود رجوی، 16 آبان 1394. بازپخش در انتهای اخبار. بینندگان عزیز، سیمای آزادی سلام و درود بر شما. در ابتدای اخبار این ساعت گزارشی داریم از کارزار اشرف نشان‌ها در کشورهای انگلستان، سوئد و دانمارک در همبستگی با زلزله زدگان غرب کشور.
کرمانشاه تسلیت تسلیت کرمانشاه کرمانشاه تسلیت تسلیت Over a thousand people. Over a week ago now, a whole week, and no real help going there. And these criminals, Rouhani, Khamenei, and the Quds, they are criminals. روحانی و خامنه‌ای جنایتکار و قاتلند و تمام مردم زلزله زده را بدون کمک رها کردند. بیش از 1000 تن جان باختند. آنها همکنون نیز به خاطر سرما جان خود را از دست می دهند. آنها غذا و چادر ندارند و رژیم آخوندها حتی کمک‌های بین المللی را نیز نمی پذیرد و آن را رد می کند. در حالی که مردم از سراسر جهان خواهان کمک به زلزله زدگان هستند ولی جلوی آنها گرفته می شود. Some of the water, some of the tents, some of the blankets. ما ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار و همدردی با اونها اعلام می‌کنیم که این رژیم نامشروع تمام ثروت ایران رو، تمام دارایی‌های ایران رو یا خرج تروریسمش کرده یا در بانک‌هاشون اموال مردم و ثروت‌های مردم رو به تاراج بردند و پسنداز کردند و این رژیم فاسد و ضد ایرانی علاوه بر این که در نقاط دیگه مواقع دیگه که زلزله اتفاق افتاده خدمتی به مردم نکرده دردی از دوش مردم بر نداشته اینجا به طور مشخص چون این هموطنان عزیز ما سنی بودند کرد بودند باز آف این فشار و این بی‌عدالتی رو در مورد اینها بیشتر انجام داده. به نمایندگی از طرف انجمن زنان جهت توسعه برابری و عدالت و آزادی زنان در تمامی عرصه‌ها اعلام می‌دارم در اینجا گرد هم آمده‌ایم که در این روز که مصادف با روز جهانی منع خشونت علیه زنان می باشد ضمن عرض تسلیت به بازماندگان زلزله همدرد و همصدا با زلزله زدگان مظلوم میهنمان حمایت از آنان را جز وظایف انسانی خود دانسته و صدای فریاد هموطنان بی‌دفاع و قربانیان این فاجعه ملی باشیم با عرض تسلیت به مردم کرمانشاه و با تشکر از دوستان و دست‌اندرکاران از آنها می‌خواهم که در فراخوان خواهر مریم برای کمک به مردم کرمانشاه از کمک‌های نقدی، غیر نقدی، چادر، آذوقه، دارو کمک و یاری کنند. تا به این دقیقه بتوانیم اندکی تسلی خاطر برای آن بازماندگان باشیم. با آرزوی سرنگونی و سقوط رژیم دجال آخوندی. در جریان هستی در شامگاه 21 آبان ماه زلزله بسیار شدیدی در استان کرمانشاه رخ داد که طی آن متاسفانه خانواده های بسیاری عزیزان خود را از دست داده اند. در این رابطه درخواست عاجل داریم بی توجه به کارشکنی های ارگان های سرکوبگر رژیم در مناطق زلزله زده کمک های نقدی و جنسی خود را مستقیما به دست این عزیزان برسانید. انجمن متخصصین و فارغ التحصیلان ایران مقیم دانمارک با تشکر برزن با شادی روح و گیانی پاکی گیان وقت کردوان سری ریز و نوازش دا انوینی هیوای ساق و سلامتی بپلبو
برینداران صبر و شکیبایی بو بنمالی قربانیانی او فاجعه اخی لپروردگاری مزن آوات خوازی بسپاسی فراوانو سلاو هاولاتی برا قارمانم سلاو هاولاتی برا قارمانم ببن چونی چاکی عزیزی گیانم Du har reddet på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nåde. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred. درباره خسارت‌های عظیم ناشی از زلزله در استان کرمانشاه، مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی به ویرانی 7 شهر و بیش از 77.5% روستاهای این استان اذعان کردند. در همین باره استانداری کرمانشاه اعلام کرد زلزله معادل بودجه 11 سال استان خسارت اقتصادی وارد کرد. به گزارشی در این باره توجه فرمایید. استانداری کرمانشاه درباره خسارات ناشی از زلزله اعلام کرد زلزله معادل بودجه 11 سال استان کرمانشاه خسارت اقتصادی وارد کرده است. رسانه حکومتی خبر آنلاین به نقل از گزارش استانداری کرمانشاه نوشته است زلزله بودجه بیشتر از یک دهه استان کرمانشاه را بلعید. بر اساس اعلام استانداری کرمانشاه 7 شهر و بیشتر از 77.5% از روستاهای کرمانشاه یعنی چیزی حدود 1940 روستا در زلزله ویران شدند. زلزله کرمانشاه در بهترین حالت ممکن چیزی حدود 5632 میلیارد تومان به اقتصاد ایران خسارت وارد کرده است. بودجه سالانه استان کرمانشاه چیزی حدود 500 میلیارد تومان است و به این ترتیب زلزله تقریبا تمام بودجه 11 سال این استان را به یک بار بلعیده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که آمارها و برآوردهای اعلام شده از خسارت زلزله برآورد اولیه است و رقم‌های در نظر گرفته شده به گفته مدیران بخش‌های مختلف ارقام کمینه یا حداقلی است. این گزارش در حالی از بلعیده شدن بودجه بیش از یک دهه استان کرمانشاه خبر می‌دهد که این استان پیش از این هم به عنوان یک استان مرزی محروم مطرح بوده و بودجه آن در ردیف‌های انتهایی بودجه‌های استانی قرار داشته است. آمارهای منتشر شده از 31,000 خانه ویران شده در اثر زلزله در استان کرمانشاه، خسارات سنگین به بخش‌های تولیدی از جمله 7,000 واحد صنفی و تولیدی در این استان، در حالی که استان کرمانشاه به عنوان رکورددار بیکاری در میان استان‌های کشور مطرح است، و همچنین خسارات سنگین به تأسیسات کشاورزی، بیمارستان‌ها و مراکز خدمات درمانی و ویرانی صدها مدرسه و کلاس درس در مناطق زلزله زده حکایت می‌کنند. مؤسسه آموزش و تحقیقات سازمان ملل متحد نیز با کمک تصاویر ماهواره‌ای جدید خسارات در چند محله و روستا در شمال شهر سرپل ذهاب در استان زلزله زده کرمانشاه را گزارش کرده است. با قدری تأمل در میزان خسارات وارده به استان کرمانشاه و مقایسه آن با هزینه‌های میلیاردی که رژیم آخوندی تنها صرف حفظ بشار اسد در قدرت می‌کند، پرده از ماهیت اقدامات ضد مردمی این رژیم برمی‌دارد. به گزارش رسانه‌های خبری بین‌المللی، طی 6 سالی که از انقلاب مردم سوریه و دخالت رژیم آخوندی در این کشور می‌گذرد، این رژیم بین 15 تا 20 میلیارد دلار سالانه به دولت بشار اسد کمک کرده است. نذیر حکیم از مسئولین ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه در سال 2015 در یک کنفرانس در مجلس سنای فرانسه گفت که تا آن زمان رژیم مبلغ 87 میلیارد دلار به بشار اسد کمک کرده است. سیر رژیم ایرانیان و کنتینیو دی سوتنی اسد 87 میلیارد دلار دونه پندان 3 ans avec le preuve.
گزارش دیگری به نقل از دمیسورا نماینده سازمان ملل در سوریه حاکی است که رژیم آخوندی 3 برابر بودجه نظامی رسمی خود یعنی سالانه 35 میلیارد دلار تنها به بشار اسد کمک مالی کرده است. رژیم همچنین طی 30 سال گذشته سالانه 1 میلیارد دلار به مزدوران حزب و شیطان کمک کرده است. به این ترتیب با یک حساب ساده میتوان دریافت که رژیم ضد ایرانی حاکم بر میهن سالانه معادل بودجه 150 سال یک استان ایران همچون کرمانشاه را صرف بر سر پا نگه داشتن دیکتاتور سوریه و کشتار مردم این کشور کرده است. در چنین شرایطی هموطنانمان در مناطق زلزله زده در حالی که درد جانکاه عزیزان از دست داده خود را تحمل می کنند همچنان بعد از گذشت بیش از 2 هفته از زلزله از کمترین امکاناتی که شبهای سرد 10 تا 15 درجه زیر صفر را بدون استراب از یخ زدن خود و عزیزانشان به صبح برسانند برخوردار نیستند. آب قطع. بعد شب سر شد. یه بارو پتوهاش میزد بالای من، یه بار پتوهاش میزد بالای من، پتوها میزنم بالای او. دخترم یه ویسا رو سر ما بینم پتو خود از رو ما دوتا. چه وضعیه؟ اگر کشور دیگه بود کمک میکرده. هیمالیا آی میانمار، قزه، مزه، بزه، آی مای بدبخت برست. روحانی، سوریه را نها کن، فکری به حال ما کن. سوریه را نها کن، فکری به حال ما کن. سوریه را نها کن، فکری به حال ما کن. پس از گذشت 15 روز از زلزله در استان کرمانشاه و در حالی که بارندگی و سوز و سرما مشکلات هموطنان زلزله زده را بیشتر کرده است، کارگزاران رژیم آخوندی با وقاحت می‌گویند اسکان زلزله زدگان در زمان کوتاه تحقق نخواهد یافت و بیش از 1 ماه طول خواهد کشید. در حالی که 31 هزار واحد مسکونی در استان کرمانشاه تخریب شده، به گفته کارگزاران رژیم تا کنون فقط 200 کانکس برای استقرار زلزله زدگان تهیه شده که البته این کانکس ها هم همگی از کمک های مردمی تهیه و ارسال شده است. در همین حال یک عضو مجلس آخوندی از سر پل زهاب گفت برودت هوا در روستاها به اندازه است که خارج از چادرها به سختی میتوان تردد کرد. آبها نیز گلالود شده و برای آشامیدن مطلوب نیست. ادامه خبرها. به دنبال حملات احمدی نژاد به قضایه خامنه‌ای، پاسدار محسن رفیق دوست از سرکردگان اولیه سپاه پاسداران ضمن تهدید رئیس جمهور پیشین رژیم گفت پرونده وی در حال تکمیل است. در همین حال آخوند دشقیم صادق لاریجانی رئیس قضایه رژیم مهره‌های تحت امر خود را برای تهدید احمدی نژاد به صحنه فرستاد. گزارشی رو ببینیم در همین رابطه. داستانم شما ها میدونی داستان امروز و دیروز نیست. والا به خدا، به پیر، به پیغمبر، ما با این خانواده لاریجانی مخالفیم. الله ما مخالف بودم اگر جرمه. کی گفته جرمه؟ ما مخالفیم، قبول نداریم مملکت بیفته دست اینا. خیلی شما بخواهید دید الان به نقطه‌ای رسیده که دیگه در واقع این موضوع بازه الان کل کشور به خطر افتاده، یعنی اصلا دیگه امیدی به اجرای عدالت نیست. انشالله مقامات قوه قضاییه خودشون 24 ساعت قسمتشون بشه برن تو این سویت‌ها زندگی کنن بدون خدم و حشم ها ازا بقیه که میرن تا بفهمن چه خبره. یکی از مشکلاتی که الان ما با اون مواجه هستیم عملکرد دستگاه قضایی است که در جهت اعمال قدرت عمل میکنه برخلاف روح قانون اساسی که باید بر اساس عدالت عمل بکنه، با تکیه بر قدرت و به نفع قدرت عمل میکنه. به دنبال این سخنرانی ها و حملات
سردشقیم قضایی خامنه‌ای متقابلاً دادستان کل رژیم و دادستان رژیم در تهران را برای مقابله با احمدی نژاد به صحنه فرستاد. آخوند جعفر منتظری دادستان کل رژیم روز یک شنبه طی یک سخنرانی به شدت رئیس جمهور سابق رژیم را مورد حمله قرار داد. بعد و بیراه به قوه قضاییه بدیم، از رئیس قوه قضاییه گرفته تا پایین، انواع اهانت ها، تهمت ها، جسارت ها، دروغ ها، این درست میشه؟ این راه اصلاحه؟ کسی که 8 سال مدیریت عالی کشور رو عهده‌دار بوده، خصوصا در 4 سال دوم مدیریتش یه مجموعه و به قول امروزی یک کلکسیونی از نقض قوانین، قانون گریزی، خلاف قانون عمل کردن، بوسه بر تابوت یک کافر ملحد زدن، اهانت به مراجع تحصیل، مجلس صداش بلند شد، دیوان محاسبات صداش بلند شد، دستگاه قضایی صداش بلند شد، و یه همچین آدمی با این شناسنامه این چنینی امروز این گونه در عرصه مقابله با قوه قضاییه و این اهانت ها، این جسارت ها، این توهین ها، خب در لباس دفاع از حقوق مردم. دادستان خامنه‌ای در تهران نیز به تهدید احمدی نژاد پرداخت و گفت اینکه شخصی که خود مسئولیت داشته به خاطر چند متهم اقتدار دستگاه قضایی را بشکند جای تأسف دارد. اگر تصور کردن قضات قلم را زمین می‌گذارند اشتباه کردن. سرانجام پاسدار محسن رفیق دوست از مهرهای نزدیک به خامنه‌ای از پرونده‌سازی علیه احمدی نژاد خبر داد و ضمن تهدید او گفت بزرگترین مشخصه احمدی نژاد این است که به ولایت مؤمن نیست و به زودی خدمتش خواهند رسید و قوه قضاییه در حال تکمیل پرونده است. متقابلاً رئیس جمهور سابق رژیم از طریق سایت خود اقدام به انتشار فیلمی از سخنان خامنه‌ای با تیتر مقایسه بیانات خامنه‌ای در آخرین دیدار با احمدی نژاد و دولت دهم با قضاوت جعفر منتظری دادستان کل کرد که در آن ولی فقیه به تمجید از او و دولتش پرداخته بود. همه فهمیدن که رئیس جمهور محترم و همکارانشون در دولت حجم کارشون بسیار بالا و پرشتاب نسبت به همه دوره‌های دیگر بود و هست. این نکته برجسته است که نباید این رو نادیده گرفت. این دولت این شعارها رو مطرح کرد، برجسته کرد، سر دست گرفت، به اونها افتخار کرد، احساس شرم از انگیزه های انقلابی و از اهداف انقلابی و از شیوه های انقلابی نکرد در مجامع جهانی. این خیلی کار بزرگی بود. در همین حال رسانه‌های حکومتی شایعه حصر خانگی احمدی نژاد را منتشر کردند. همچنین دفتر احمدی نژاد با صدور اطلاعیه‌ای از دستگیری مدیر سایت دولت بهار متعلق به رئیس جمهور سابق رژیم خبر داد و نوشت ما این رفتار ظالمانه را مصداق روشنی از تصمیمات قانون شکنانه می‌دانیم و انتظار داریم بدون فوت وقت به این گونه اقدامات تخریب کننده پایان داده شود. دستگاه قضایی رژیم سعید مرتضوی دادستان پیشین رژیم در تهران را به 2 سال حبس قطعی محکوم کرد. رسانه‌های حکومتی روز یکشنبه 5 آذر نوشتند شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران سعید مرتضوی را به اتهام معاونت در قتل مرحوم روح الامینی یکی از جانباختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک به 2 سال حبس محکوم کرد. تشخیم سعید مرتضوی علاوه بر قتل شماری از جوانان قیام کننده در کهریزک در قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی نیز دست داشته است. به دنبال گزارش‌های رسانه‌های سپاه پاسداران و تلویزیون رژیم مبنی بر اعزام اتباع افغانستان به جنگ سوریه، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان استفاده رژیم از نیروهای افغانی در سوریه را محکوم کرد. طلوع نیوز افغانستان نوشت عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت
این موضوع با سیاست حکومت افغانستان در تضاد است و نباید حتی یک افغان برای جنگ به بیرون از کشور برود. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس و شماری از نمایندگان مجلس افغانستان نیز اعزام اتباع این کشور به جنگ سوریه را محکوم کردند. رئیس مجلس افغانستان گفت مقامات حکومتی در داخل و خارج باید منافع ملی مردم افغانستان را به طور جد در نظر بگیرند. طلوع نیوز افغانستان در گزارش خود افزود حکومت افغانستان بارها از اعزام مهاجران افغان به سوریه توسط سپاه پاسداران انتقاد کرده است. هیومن رایتس واچ نیز گفته است رژیم ایران نوجوانان افغان را با وعده پول و دادن شهروندی برای خانواده‌هایشان به جنگ سوریه می‌فرستد. شماری از جوانان در سوریه کشته شدند. رسانه حکومت آخوندی در سالگرد تأسیس بسیج ضد مردمی با انتشار فیلمی از اعزام یک کودک 13 ساله مازندرانی همراه با پاسداران به سوریه خبر دادند و این اقدام جنایتکارانه را افتخارآمیز توصیف کردند. سلام، خودت معرفی کن. بچه کجایی؟ من مازندران. چند سالته؟ 13 سالشه. 13 سالشه. حالا اینجا کجاست؟ سوریه. به هر حال منطقه خطر احتمال شهادت بود. فکرشو کرده بودی؟ بله. نگران نبودی؟ نه خیر، شهادت افتخار و آرزوه. ماشاءالله. پاسدار محمد رضا نقدی، سرکرده قبلی بسیج ضد مردمی، ضمن اعتراف به مداخلات تروریستی رژیم گفت در لبنان حزب الله، در سوریه ارتش مردمی، در عراق هشت الشعبی و در یمن انصار الله همه پرتوهایی از بسیج بودند که عرصه را به دشمنان تنگ کردند. وی که در همدان سخنرانی می‌کرد با کنایه به آخون روحانی گفت بعضی ها با وجود اینکه دشمن در ضعف قرار گرفته می‌گویند سایه جنگ وجود دارد. کسانی که سخن از سایه جنگ می‌گویند عاملان دشمن هستند. جان بولتون در مصاحبه با فاکس نیوز گفت رژیم ایران هم به برنامه اتمی و هم به برنامه موشکیش ادامه می‌دهد و احتمالاً هر دوی آنها را در ارتباط با کره شمالی انجام می‌دهد. به نظرم رئیس جمهور آمریکا باید در ماه آینده گام بعدی را بردارد و توافق اتمی را لغو کند. فاکس نیوز در گزارش خود پیرامون اظهارات تهدیدآمیز معاون سرکرده سپاه خامنه‌ای درباره برنامه موشکی رژیم گفت رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون و پرزیدنت ترامپ خواهان مذاکره مجدد درباره توافق اتمی شدند تا به توانمندی‌های موشکی این رژیم استبداد مذهبی پاسخ دهند. رژیمی که منتقدان می‌گویند در حال حاضر قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض می‌کند. روزنامه فرانسوی فیگارو گزارش داد که رژیم آخوندی یک عملیات گسترده جاسوسی سایبری را علیه سعد حریری، نخست وزیر لبنان و چند مقام دیگر دولت این کشور در راستای کمک به حزب الشیطان وابسته به رژیم در انتخابات آتی لبنان به پیش می‌برد. فیگارو می‌نویسد رژیم ایران قصد دارد با عملیات هک کردن سایبری گسترده بر انتخابات سال 2018 لبنان تأثیر بگذارد و نفوذ خود را در خاورمیانه گسترش بدهد. سرویس‌های اطلاعاتی غربی به این نتیجه رسیدند که هکرهای عملیات سایبری موسوم به اویل ریگ توسط وزارت دفاع رژیم ایران تأمین مالی می‌شوند. فیگارو به نقل از یک سرویس اطلاعاتی غربی اضافه کرد همزمان با بحران اخیر ناشی از استعفای غیرمنتظره سعد حریری گروهی از هکرهای رژیم ایران به سرورهای دفاتر نخست وزیر، رئیس جمهور و وزرای دادگستری، خارجه، ارتش و چندین بانک لبنانی حمله کردند. یک منبع اطلاعاتی کشورهای غربی گفت در واقع 6 ماه است که هکرهای رژیم ایران سرورهای لبنان را هک می‌کنند. آنها به طور خاص به حساب‌های ایمیل سعد حریری و میشل اون دسترسی یافتند. باز نزدیک شدن انتخابات هدف آنها واضح است. می‌خواهند با کسب اطلاعات درباره رقبای حزب الله آن را در موقعیت بهتری قرار بدهند. این حملات سایبری به طور هماهنگ و در سطح استراتژیک صورت گرفته است. فیگارو افزود هکرهای رژیم ایران در گذشته نیز تلاش کردند وارد چندین سرور دولت آمریکا بشوند تا اطلاعات مخفیانه را درباره مواضع دولت اوباما در دوران مذاکرات اتمی و سپس تحریم‌های احتمالی واشنگتن به دست بیاورند.
خبرهایی از اعتراضات مردمی علیه رژیم آخوندی. غارت شدگان مؤسسات وابسته به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومتی روز یکشنبه در شهرهای اهواز، مشهد، تهران و ملایر تجمع اعتراضی و راهپیمایی کردند و خواستار سپرده‌های خود از حاکمان دزد و غارتگر شدند. غارت شدگان مؤسسات مالی در اهواز مقابل دادگستری کل استان خوزستان ضمن تجمع اعتراضی علیه کارگزاران دزد و غارتگر حکومت آخوندی و آخوند صادق لاریجانی سردشخیم قضایی خامنه‌ای شعار می دادند. در مشهد نیز روز یکشنبه غارت شدگان در مقابل بنیاد موسوم به شهید تجمع اعتراضی برپا کردند. در تهران غارت شدگان مؤسسه موسوم به ولایت اندیشه در شهریار برای بازگردانده شدن سپرده هایشان در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی رژیم تجمع کردند. در ملایر نیز مردمی که سپرده هایشان توسط کارگزاران رژیم در مؤسسه ملل به غارت رفته است با سردادن شعارهایی حاکمان دین فروش را مورد اعتراض قرار دادند. سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن. حسین حسین شعارشه، دزدی افتخارشه. حسین حسین شعارشه، دزدی افتخارشه. لاری جانی قاضیه، با دزده هم بازیه. ای وای از این جنایت، خدا بیا حمایت. ای وای از این جنایت، خدا بیا حمایت. سایر اعتراضات مردمی علیه چپاول و ستم رژیم آخوندی نیز در شهرهای مختلف ادامه دارد. از جمله رانندگان خودروهای گازسوز در اسلاندوز به خاطر قطع گاز، دانشجویان دانشگاه صنعت نفت تهران ادامه تحصن و اعتصاب 15 روزه به دلیل عدم استخدامشان در وزارت نفت، دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه بجنود به دلیل مشکلات صنفی در دانشگاه، کارگران اخراجی شهرداری اهواز به خاطر پرداخت نشدن حقوقشان و کارگران اخراج شده شرکت سنگینکاران عراق تجمع و اعتصاب کردند. حکومت آخوندی قیمت داروی پوکی استخوان را 10 برابر گرانتر کرده و آن را از دسترس بیماران محروم خارج کرده است. این گرانی سرسام‌آور از 1.5 ماه پیش و از هنگام خارج شدن این دارو از لیست داروهای شامل بیمه شروع شده است. داروی این بیماری پیش از این با قیمت حدود 60,000 تومان به دست مردم می رسید که اکنون قیمت آن بالغ بر 600,000 تومان شده است. بیش از 7,000 نفر از بیمارانی که به پوکی استخوان مبتلا هستند از این گرانی بی سابقه به شدت تحت فشار قرار گرفتند. طول دوره درمان با این دارو 18 تا 24 ماه است. بیماری پوکی استخوان ناشی از شرایط بد تغذیه در ایران تحت حاکمیت آخوندی است که با دزدی و چپاول سفره مردم سرانه مصرف شیر و لبنیات بسیار کاهش یافته و در آینده بسیاری از ایرانیان را با این بیماری روبرو خواهد کرد. خبرهای پیرامون تحولات منطقه و جهان. سرتری نخست وزیر لبنان در مصاحبه با تلویزیون سی نیوز فرانسه گفت
لبنان نمیتواند مسئله مثل حزب الله را که یک مسئله منطقه‌ای است حل کند، چون حزب الله هم در لبنان و هم در سوریه و هم عراق و در همه جا حضور دارد و عامل این وضعیت رژیم ایران است. وی افسود با استعفای میخواستم یک شوک مثبت ایجاد کنم و به مردم لبنان بگویم که یک مشکل بسیار بزرگ وجود دارد، چرا که حزب الله و رژیم ایران در تمامی کشورهای عربی دخالت میکنند. نخست وزیر لبنان در مصاحبه با مجله رجل نیز تاکید کرد علت بی‌ثباتی لبنان رژیم ایران است. این رژیم حزب الله را به عنوان بازوی خودش در منطقه به کار می‌گیرد. وی افزود حزب الله به عنوان یک حزب قدرتی در اداره کشور ندارد و قدرتش را از سلاح و پول‌های رژیم ایران می‌گیرد. سعد حریری در رابطه با جنگ در سوریه گفت اگر دخالت روسیه نبود بشار اسد قطعاً سرنگون می‌شد. این رژیم ایران بود که بعد از اینکه دید در سوریه با شکست مواجه شده از روسیه خواست دخالت کند. وزیر دفاع بحرین رژیم آخوندی را اصلی ترین تهدید تروریستی در منطقه دانست. وی در سخنرانی خود در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ائتلاف نظامی اسلامی در ریاض برای مقابله با تروریسم گفت مداخلات رژیم ایران تهدیدی روشن برای کشورها و مردم منطقه است. بحرین از این مداخلات تروریستی رنج برده است. در سلسله از حملات تروریستی در بحرین 26 تن کشته و بیش از 3000 تن از شهروندان و نیروهای امنیتی مجروح شدند. دکتر نصر حریری رئیس جدید هیئت عالی مذاکرات اپوزیسیون سوریه با عادل جبیر وزیر خارجه عربستان در ریاض دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری عربستان دو طرف در این دیدار که با حضور شمار دیگری از مقام‌ها برگزار شد، تازه‌ترین تحولات سوریه و راه‌های تحقق خواسته‌های مردم سوریه را مورد بحث قرار دادند. وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه تشکیل هیئت جدید مذاکرات اپوزیسیون سوریه در اجلاس ریاض را به نصر حریری رئیس این هیئت و به تیم مذاکره کننده تبریک گفت و افزود روندی که بتواند منجر به راه حل سیاسی در سوریه بشود باید شامل اجرای کامل قطعنامه 2254 شورای امنیت از جمله اصلاح قانون اساسی و انتخابات آزاد و عادلانه تحت نظارت ملل متحد باشد، انتخاباتی که طبق بالاترین استانداردها و شفافیت بین المللی و با شرکت همه سوریه ها از جمله تبعیدیان برگزار شود. جنایات جنگی رژیم اسد در منطقه تحت محاصره قوطه شرقی در حومه دمشق همچنان ادامه دارد. رسانه‌های اپوزیسیون و فعالان سوری تصاویر دردناکی را از جنایات ضد انسانی رژیم اسد در مناطق مسکونی قوطه شرقی منتشر می‌کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد روز دوشنبه در حملات هوایی و بمباران‌ها در چندین بخش قوطه شرقی دست کم 14 شهروند غیر نظامی کشته شدند. خبرگزاری فرانسه درباره وضعیت قوطه شرقی گزارش داد حدود 400 هزار نفر در این منطقه زندگی می کنند و محاصره 4 ساله حکومت اسد باعث شده که غذا، دارو و سایر نیازمندی های پایه‌ای یا غیر قابل دسترس و یا بیش از حد گران باشد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان وارد میانمار شد. به گزارش رویتر سفر پاپ به میانمار در حالی صورت می‌گیرد که حکومت میانمار درگیر پاکسازی خشونتبار مسلمانان این کشور است. وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً عملیات ارتش و شبه نظامیان میانمار علیه مسلمانان این کشور را پاکسازی قومی خواند. پاپ فرانسیس قرار است با آنگ سان سوچی رهبر حزب حاکم میانمار و همچنین مقامات نظامی ارشد کشور دیدار کنند. و آخرین خبر این ساعت. مقامات اندونزی وضعیت هشدار در جزیره بالی را به دلیل قریب الوقوع بودن فوران آتشفشان در این جزیره به بالاترین سطح ممکن افزایش دادند. مقامات دولتی از ساکنین جزیره بالی خواستند که هرچه سریعتر اطراف آتشفشان را ترک کنند. فرودگاه بالی به دستور مقامات بسته شده و هزاران توریست در جزیره سرگردان ماندند. به گفته مقامات دود غلیظی از قله آتشفشان به فضا بلند شده است. مقامات ناظر می‌گویند شواهد نشانگر قریب الوقوع بودن شروع آتشفشان بزرگی است
و جرقه های آتش هرچه شدیدتر شده و مواد مذاب در نزدیکی سطح آتش فشان دیده شده است که نشانگر فوران آتش فشان است. در اوایل سال جاری ده ها هزار نفر از ساکنان جزیره از ترس فوران آتش فشان به مناطق دور فرار کردند. بینندگان عزیز سیمای آزادی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. اکنون توجه شما را به بازپخش اولین نشست عمومی در لیبرتی بعد از حمله موشکی آبان 94 جلب می‌کنیم. خدا نگهدار.